سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. زهرا سروش هستم، یه بار دیگه با برنامه لایف به همراه خانم دکتر پوژان زینی، پژوهشگر نویسنده و روانشناس خوبمون. سلام خانم دکتر. با سلام به شما و همه عزیزانی که با ما هستن، خوشحالم که دوباره یک هفته دیگه در کنار هم هستیم و صحبت‌های شیرینی با هم دیگه داشته باشیم که هم من و شما ازش لذت ببریم و بهمون خوش میگذره. معمولا همین که هر کسی که با ما هست و داره گوش میده و نگاه میکنه، برای من که خیلی خوش میگذره. هر هفته فکر میکنم که دارم میرم تو آفیس یه نفری که به آرامش برسم، هر چی دلم میخواد بگم بدون قضاوت و حرف بزنم و درد دل بکنم. میدونم که این احساس رو بینندگان عزیزمون هم حتما دارن با شما، از تلفن ها، تکس ها و ایمیل هایی که میدن مشخصه دوستتون دارن و من از طرف اونا میگم که تشکر کردن، منم تشکر میکنم. هر هفته که باهاتون میام یه عالم خود من چیز یاد میگیرم. دستتون درد نکنه. ممنونم، خیلی ممنونم که فرصتی رو به وجود میاریم که هم با هم گفتگوی داشته باشیم، هم پدیده ها و تحقیقا و مسائلی که هست به هر صورت که دوستان سوال هایی که میکنن رو بتونیم پاسخ بدیم. درست. اولی سوالی که امروز ازتون شده در مورد رابطه بوده، انگار تمام دنیا این ارتباطات. به خدا یه خانمی گفتن که من از نظر تحصیلات حالا کم ندارم، تحصیلات عالیه دارم، از یه خانواده نیمه مرفه تقریبا همراه با آرامش هستم و همه چیز آروم و خوبه، ولی هر ارتباط رو که میرم برقرار میکنم، هر دیتی رو که میرم، هر کس رو که انتخاب میکنم کاملا مخالف خانوادمه و یه کشش خاصی به کسایی دارم که حالا از نظر ایشون منفی هستن و مخالف اون مسیر زندگی ما. چرا این اتفاق میفته؟ چرا من اینقدر کشش دارم راجع به آدمایی که حالا خلاف زندگی من هستن؟ بعضی موقع ها میبینین اشخاص اون کسانی رو که مثل خانواده خودشون هستن رو فکر میکنن که خب دارن، در نتیجه جهشی که نگاهشون به یک جایی هست که فکر میکنن که اون مدل دیگه خوشمزه است، فانه، برای من جالبه، میخوام برم اون نوع رو درک کنم. چون این نوع اشخاصی هستن که هستن در اینجا حوصله‌مو سر میبرن، انگار چیز جدیدی توی این نیست و ذوق و شوق میاد توی یه چیزی که جدیده. و بعد اینه که اگر که راحت تونستم مواردی که تو زندگیم هست رو به دست بیارم، حالا زحمت کشیدم ولی به دست آوردم، بعضی موقع این حالت چالنجی که هستش که من یه چیزی رو نمیتونم به دست بیارم یا اینی که سخت میتونم به دستش بیارم، حالت توجه آدم رو میگیره. ببینیم برای هر شرایطی، برای هر نوع رابطه یه چیزی جالبه. ممکنه که برای اینی که من فقط دارم بازی میکنم، میبینم جالبه برای من و میخوام تمرینی بکنم، یا اینی که ببینم چی جوریه، خب بلند میشم میرم این ارتباطات رو ممکنه برقرار کنم، لذتم ببرم. ولی زمانی که میخوام برای ازدواج فکر بکنم، رابطه های طولانی مدت فکر بکنم و بخوام از این شخص بچه دار بشم و فامیل تشکیل بدم، اون وقت شرایطی رو که ممکنه نگاه بکنم باید خیلی تفاوت پیدا بکنه. کشش اون اولیه و یا کشش جنسی که فقط هست، نه اینی که این کشش اولیه و جنسی برای اون اشخاصی هم که ما انتخاب میکنیم برای ازدواج، خب خیلی خوبه که باشه و حتما باشه، ولی کافی نیست. و به خاطر همینم بعد از دیت یا دو دیت وقتی که میبینم که نه، این آدم اصلا ربطی نداره به اون شرایط و مشکل ممکنه بشه، اونجاست که باید به خودم بگم که برای چی این رابطه رو دارم. متوجه این؟ آیا برای زمان فقط دوست دارم که یکی دو بار برم شام بخورم؟ آیا دوست دارم که برای یکی دو سال فقط لذت ببرم از مثلا فضای این رابطه، یا اینکه دلم میخواد کسی باشه که طولانی مدت در زندگیم باشه و بخوام ازدواج بکنم؟ انتخاب این اشخاص برای ما خیلی مهمه، چون هر کدوم از این رابطه ها چیزهایی رو در بر میگیره که متفاوته. مثلا کسانی هستن که دوست دارن، ممکنه یه هتل دارن میرن، در نتیجه هتل رو به عنوان یک جایگاهی که یکی دو شب فقط قراره که بمونن توش دارن انتخاب میکنن. یک نفر از آپارتمان برای یک سال میخوام اجاره کنم،
پس برای اون نگاه میکنه. و این نفر میگه میخوام خونه بخرم، پس برای خریدن خونه یه سری چیزای دیگر رو داره نگاه میکنه، برای اینکه طولانی مدته و از نظر قانونی، از نظر مادی، از نظر همه چی، قرار خانوادگی، از نظر اینکه ژن و همدیگر رو قراره اینا دوباره بیارن و دوپلیکیت بکنن و از فرزند بشن، تمام تصمیمات رو باید با هم داشته باشن، یه سری چیزای مهمتری رو باید نگاه بکنن. این که میپرسن چطوره که من دارم به اینا جذب میشم، به نظر میاد که حوصله‌شون سر میره، یه ذره دراما، یه چیز جالب، چیزی که نبوده تا حالا رو میخوان برن و تمرین کنن. و هیچ اشکالی نداره، برین بازی کنین، تمرین کنین، تجربه کنین، ولی زمانی که من انتخاب بکنین برای ازدواج، به نظر میاد که موارد دیگری رو در حقیقت باید نگاه کرد. ولی خانم دکتر، من داشتم فکرش میکردم که خب برای ازدواجم اگه اون کیمستری نباشه، یعنی اون کشش و عشق بین دو نفر که وقتی تو چشم هم نگاه میکنن حالشون خوب میشه نباشه، و شرایط دیگه باشه، حالا مسائل فرهنگی، کالچر، مسائل اقتصادی و اینا، باز اشکال نداره یه جوریه؟ حتما باید کشش جنسی باشه، ولی کشش جنسی رو شما انتخاب نمیکنید، یا هست یا نیست. یه قسمت هایی رو که مثلا با یه خانومی که داشتم کار میکردم که رفته بود توی ازدواج، اتفاقا بعد از یک سال و نیم انقدر این مرد اذیتش کرده بود، کتکش زده بود، آزارش داده بود، که اومد بیرون. و یکی از حرفایی که با هم میزدیم همین بود، گفتش که من I wanted to be with bad boys. اینایی که میومدن فوری به من میگفتن دوست دارم، همه کار برام میکردن، حوصله‌ام سر میرفت. در نتیجه کسی رو میخواستم که مثلا همه میخوانش و اونم هیچ کس رو نمیخواد و این کارا رو انجام میده. ولی حواسم نبود که ازدواجم میاد، همین الان من که بهش احتیاج دارم، هنوز همون بازی‌ها رو تو شخصیتش انجام میده. بعد نگاه تو از کجا اومده که اصلا برای تو همچین چیزی جالب شده، کجاست که سکشوال اترکشن انسان‌هایی داره میره، که مقدارم سوال این آدم هست. مثل این میمونه که این دوتا به هم وصل میشه تو دوره نوجوانی، که او من کسی رو که خودش داره میاد من نمیخوام، من کسی رو میخوام که برم دنبالش. و مثل بازی سایه میمونه، دیدین اینجوری دارین میرین سایتون پشتتونه، ولی وقتی هم که برمیگردین هم بازی پشتتونه، یعنی هیچ وقت شما به هم نمیرسین آنچنان. این یک مثل همه انسان ها دوست دارن که شکار کنن، حالا مرد ها یه مدل شکار میکنن، زن ها یه مدل، حالت دیزایر، اون میلی که وجود داره که دلت میخواد شکار بکنی و اون همون لحظه به دستت نمیرسه، زمان برای یه دونه رابطه، خب خیلی بیشتر برای آدم جالبه و اون خیلی موقع ها اون حالت سکشوال اینترست رو میاره. ولی قسمت بعدیش هم اینه که با مهر هم خیلی ها ممکنه که بتونن که اون جذب جنسی رو بشن و برن جلو، وقتی که متوجه میشه اون شخص که من چیزی رو به هم دیگه وصل کردم که به درد من نمیخوره. خب مثلا کسانی که اعتیاد پیدا میکنن هم همین وصل شدن اشتباه هست دیگه، یه چیزی بهشون لذت میده با این که داره داغون میکنه زندگیشون رو. در اینجا ما کاریم اینه که میایم لذت، یعنی این موضوعی که به اونا لذت میده رو وصل میکنیم با خراب شدن زندگی، و بعد یه کار دیگه ای رو وصل میکنیم به لذت زندگی. انجا اگر کسی هستش که داره میبینه که حضور پیدا میکنه و اینه که من قلبن و به حالت اون کمستری اول دارم فقط جذب میشم به آدم هایی که خیلی خطرناکن یا به درد من نمیخورن، اومدن به نگاه کردنه که پشتوانش چیه، آیا پدرشون اینجوری بوده، آیا داییشون، عموشون، کسانی بودن تو خانواده هم که بزرگ میشدن مثلا این حالت رو داشتن و حالت ناخودآگاه برای اونا اومده و دارن همون رو دوباره دوپلیکیت میکنن و دوباره سازی دارن میکنن تو زندگیشون. کاملا برعکس بوده، یعنی یه نفری بوده که خیلی آروم درسته همه کار رو انجام میداده واسه شما، ولی حوصله‌تون سر رفته، واسه همین فکر میکردین این خوب نیست، من باید اون مدل رو داشته باشم، بعد میرین و بعدا اونجا خرابکاری میشه. درسته. خانم دکتر، شما فرمودین که یا هست یا نیست اون کمیستری و اون کشش بین دو نفر، یا وجود داره یا نداره. پس اون رسمی که در خانواده ها هست، حالا رسمی خواستگاری ازدواجای سنتیه، یا
الان هم خیلی وجود داره که میگن حالا ببین این مرد یا این زن تمام شرایط خوب و برای همسر بودن داره، حالا تو کشش نداری اشکال نداره، در مرور زمان به وجود میاد، میتونی عشقا به وجود بیاری. پس این کجا قرار میگیره این موضوع؟ عشق هم میشه به وجود آورد. من فکر عشق یک مسئله متفاوتیه تا کشش جنسی. شما اینا با هم دیگه خیلی متفاوته. عشق از مهر به وجود میاد، از این که آدم ها خوب هم دیگر میخوان، از این که محبت به هم میکنن، رسیدگی به هم دیگه، اونه که مهر و عشق رو در حقیقت به وجود میاره. زمانهای قدیم چون انتظار دیگه ای نبود و مسئله کشش جنسی جزوی از مسائل در حقیقت نبود، مخصوصا برای خانم ها قرار نبود که الزاماً کشش جنسی داشته باشن، در نتیجه خب تمام اون یکی ساختارها به وجود وقتی میرفتن توی خانواده و با همسری که عادتا اونا بهش محبت میکردن، خب این عشق به وجود میومد. و یا بالعکس خانومی که به همسرش رو میکرد، مهر دادن رو، صمیمیت رو به وجود میاد، از صمیمیت و مهر و عشق به وجود میاد که آدم دلش میخواد بره و با یک نفری باشه. خیلی موقع ها میبینید این نوع مهر و عشق فضای اترکشن و جذب شدن جنسی رو هم به وجود میاره. جذب شدن جنسی دو تا قسمته، یکی قسمت اول رابطه هست، یکی تو رابطه های طولانیه. شما جذب شدن جنسی رو تو رابطه طولانی به هر صورت باید تبدیل بشه به اون مهر، وگرنه اگر هر چه قدم به هم کشش داشته باشن اشخاص ولی رابطه رابطه سالمی نباشه، اون کشش از بین میره. اون کشش تنها راهی که ادامه میده توی رابطه های طولانی که در حقیقت حالا مهر به اون داره اضافه میشه. در اینچه بله، مهر کشش جنسی رو هم به وجود میاره، کمیستری اولیه رو به وجود نمیاره، ولی کمیستری اول الزاماً به خاطر این نیستش که ماها یار خوبی هستیم به هم، فقط یه کشش جنسیه که دست شما نیست. متوجه این؟ مثلا با یه دونه ریسرچ بود داشتن انجام میدادن به اینه که آدم ها به چی کشش جنسی پیدا میکنن. و گفتم هم یه بار فکرم توی برنامه با هم، یه آقایی بود که نگاه میکردن عکسایی که بهش نشون میدادن پشت سر موهای فرفری مثل نارنجی، دیدین بور نارنجی، استرابری بلوند. بعد که شروع کردن هر تمام عکس ها به آدم ها عکس های مختلف میدادن و میدیدن که فریکونسی بدنشون چجوری، مثلا تپش قلب میاد، چشماشون نشون میده که او مثلا جذب شدن به این آدم. بعدن که اومدن تمام برنامه هایی که رفته بودن نگاه کرده بودن توی بچگیشو، میدیدن یه دونه سگ از این لب دورا داره که از این موهای بلند استرابری بلوند و عاشق این سگ بوده از توی بچگی و در حقیقت اون عشق اون سگ برای این فضایی رو به وجود آورده که حالا زنهایی رو که میدیدین رو دارن خودشون کشش پیدا میکنن. یعنی کسی معلوم نیست که سر چی در حقیقت کشش پیدا میکنه و کشش جنسی برای یه نفر. درسته. ولی اون کافی درسته. میدونین کافی نیست برای رابطه یمی. و بالعکسش هم اگر شما تصمیم میگیرین با کسی که ازدواج کنین، چه بهتر که کشش جنسی هم داشته باشین، نه فقط اونو داشته باشین و بقیهش نباشه. آها، بقیه باشه این نباشه میتونه به وجود بیاد، ولی اگه این باشه بقیه نباشه یکم درد سرسازه در طولانی مدت. درسته؟ بله دیگه، مثل کیکی میمونه که شما ممکنه که حتما فکر یه مزه شیرینی باید داشته باشه. حالا برای بعضی شکر خوب نیست، ولی ده نوع دیگه ای شکر میتونن توش بیارن که مزهش خوشمزه بشه. متوجه؟ ولی اگه فقط باشی که فقط پر از شکر باشه، خب تو حالت طولانی مدت شما نمیتونین هی اینو بخورید. و این تیکر شیرینی احتیاج داره اون رابطه، ولی برای ازدواج طولانی اون شیرینی یکی از مواردشه، ده تا چیز دیگه هم میخواد، ولی برای ارتباط جنسی داشته باشین این یکی کافیه. برای اینکه خوش بگذرونین این یکی کافیه، بقیه چیزا رو احتیاجی نداریم. درسته درسته. خب مثالی که زدین که گفتین اون آقا یاد سگش افتاده، اون مدل موی خانما رو دوست داره، یاد این مثال تاریخی افتادم که میگن بزرگ مهر حکیم در زندان بوده، بعد نمیومده بیرون، میگه جام خوبه بابا اینجا میشنم کتاب میخونم قضام هم میدن، بعد میرن از یه عالم دیگه سوال میکنن چیکار کنیم که این از این زندان بیاد بیرون، میگه یه آدم جاهلی که هیچی در مورد کتاب اینا نمیدونه بذارین پیشش. بعد این فرد رو میذارن تو زندان کنار بزرگ مهر حکیم، همجوری که کتابش رو میخونده میبینه این شروع کرد به گریه، چقدر داره میفهمه این کتاب خوندن اینو،
تعجب میکنه، میگه که چی شده تو متوجه میشی که من دارم چی میخونم؟ میگه آره، وقتی که تو میخونی ریشت میجنبه، من یاد ریشه بزم میفتم، برای همین دارم گریه میکنم. حالا جالبه، ذهن و مغز انسان ها واقعا چقدر جالبه که مثلا یه حافظه ای از قدیم دارن، شبیهش رو پیدا میکنن توی یه نفر دیگه و اون شخص دوست دارن به خاطر اون خاطره. جالبه. الان توی خیلی از ریسرچ ها چیزی رو، موردی رو که توضیح میدن و شاید پیشنهاد میکنن به اینه که کسی که اون لحظه اول معلوم میشه، یه وقت اون بالا خیابون داره رد میشه، شما تقریبا میبینید که آیا حس داره براتون به وجود میاد یا اینی که نه، میاد کنارتون هزار تا حرف زیبان بهتون میزنه، میگی نه 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 برو کنار نمیخوام. برای بانوان وقتی که اون شخص حالا نگاه بکنن که چش جنسی، مرد ها خیلی بیشتر توی حالت فیگور و بیناییه، برای خانم ها کشش جنسی از چند تا مورد ممکنه بیاد، مسئله همزیبایی، حالا اندام اون شخص مرده و قدرتی رو که داره میده، و حالا دوستان عزیز حتی با حالا قدرتی که داره، حالا قدرته میتونه که قدرت فیزیکی با یا استاتسی که داره در کارش حرفش، از نظر مالی، هر کدوم اونها، یعنی جنتیکلی باز نشون دادن که زنها بیشتر باز اِوولوشنری به خاطر مسائل بقا، زنها قیافه براشون مطرحه، ولی قدرت مرد برای اونها خیلی بیشتره. وقتی که به آقایون میاد، زیبایی زن و مهربونی زن خیلی براشون مطرحه، دو تا مسئله، زیبایی و مهربونی. از اون طرف برای خانوم ها قدرت مرد، و خب هیکل اونها خیلی ممکنه مهم باشه، ولی قدرتش، که این قدرت چه فیزیکی میتونه باشه، چه سمت میتونه باشه، چه مسائل مالی، این ها میگه درسته. بعد من سوالم این بود که آیا مهربانی و زیبایی عادی نمیشه برای مرد؟ نه، مهربانی که هیچ وقت عادی نمیشه. بله، مهربانی هیچ وقت عادی نمیشه. جایی که به نظر من مهربانی رو اونها سوء استفاده ازش میکنن، زمانی کسی از خودش نگهداری نمیکنه، بعد کاری که داره انجام میده اینه که ورای، مثل میگم، مثل دورمت میشی، اجازه میدی کسی روی تو تحقیرت بکنه، تو خودت رو در نظر نمیگیرن. چه مهربانی هم به خود هم به اون شخصه، متوجه؟ که وقتی که مهربانی خود خسته میشن آدم ها، به خاطر این حالت میمونه که شما مثل موم شدی، مهربانی رو به حالت این که من مومم، تو هر کار دلت میخواد، تو هر چی بگی میگم چشم، این نه، این چیز جالبی نیست. مهربانی که من بهبود تو رو میخوام، متوجه؟ این وقتی بهبود تو رو میخوام، احساس امنیت به وجود میاره برای آقایون. زنها احساس امنیتشون در فضای قدرت مرده، مرد ها هم احساس امنیتشون از فضای احساساتیه که بدونن که خودشون رو و حتی vulnerability ها، قسمت های صدمه پذیرشون رو هم میتونن به همسرشون نشون بدن. اونجاست که اونه کار میکنه، یعنی اگر من اینجا هستم و دارم تو رو خوشحال میکنم، تو همش نیه تو سر من بزنی، این کار نکردی، اون کار نکردی، اینجوری نکردی. وقتی که میپذیری، من اگر یک هدیه‌ای دارم به تو میدم، یک کاری دارم برای تو میکنم، میبینم که خوشحالت میکنه، میپسندی و میپذیری و قبول میکنی و بعد من رو دوست داری، بچه هامون رو دوست داری، خانوادهمون رو دوست داری، همه رو دوست داری، اون فضا برای من این امنیت رو به وجود میاره که من هی دلم میخواد بیشتر این فضا رو برای تو به وجود بیارم. و بعد زیبایی زن نه، هیچ وقت خستگی برای آدم ها به وجود نمیاره. همونقدر که مثلا شما بپرسید آیا قدرت مرد و یا مثلا متمول بودن مرد ها آیا هیچ وقت خستگی برای زن ها به وجود میاره؟ نه، هیچ وقت زن خسته نمیشه از این مسئله، قبول نمیشه. نه، منظورم تغییراته. ببین، در طول زمان به هر حال آدم شکل 18 سالگی 20 سالگیش نمیمونه، ولی توقعاتی که در پس ذهن همسران هست، حالا چه در مورد یک مرد که دوست دارن همون رنگ موی قبلش رو داشته باشه، همون تیپش رو داشته باشه، شکمش جلو نیاد، اون شکلی نشه، موهاش نریزه، مردا هم همون جوری دوست دارن که مثلا خانمشون تو همون تصور روز اولیه که دیدنش بمونه، آیا با این تغییرات چطوری کنار بیان؟ مسئله مهم اینجاست که شما زیبایی خودتون رو تو هر سنی داشته باشید. شما هیچ وقت در سن 5 سالگی
قیافه 18 سالگیتون رو نداری، ولی قاعدتا همون آقایی هم که با شما هستم همون قیافه 18 سالگی خودش رو نداره. در نتیجه تو تنظیمی که داره جلو میره و اینه که یک نفری چجوری از خودش رسیدگی میکنه، به خودش رسید میرسه، بتونه زیبایی خودش رو در هر سنی به شرایط اون سن در حقیقت داشته باشه. حالا مدل لباس پوشیدنش، مدلی که مثلا از خودش نگهداری میکنه. دیدی مثلا طرف از سر کار میاد، حالا دیگه تو پیژامش و موش هم میبره بالا و کرم میزنه و میگیره میشینه، فقط زمانی که داره بیرون داره خوشگل میکنه خودش رو میره بیرون. نه، وقتی که من تو خونم هستم، در کنار همسرم هستم، بتونم اون فضای زیبایی خودم رو در هر سنی. ببینید شما بعضی موقع ها خانم ها کاری که انجام میدن که زیبایی خودشون رو دارن هی مقایسه میکنن با مثلا چه میدونم هنرپیشه هایی که دارن توی اکران میبینن تو سن مثلا 18 سالگی. خب این که واقعی نیست، راجع به مسائل واقعی حرف میزنه، نه راجع به مسائل افسانه ای. و در نتیجه مسئله اینه که من در هر سنی بهترین زیبایی خودم رو چجوری میخوام داشته باشم. خیلی بلند میشن میرن هزار تا کار با خودشون میکنن به خیال اینی که این کار رو برای همسرشون میکنن. از اغلب آقایون که میپرسیم میگن نه، من اگر که از همسرم خوشم اومده توی این سن و داشتم باهاش میرفتم، من زیبایی طبیعی اینو دوست دارم و همین جوری که داره میره جلو علاقه مند هم بهش، ولی اینی که به خودش رسیدگی بکنه. ولی اینی که حالا میره نمیدونم لباشو مثل ماهی میکنه یا اینجا میزنه بیرون یا هزار تا کاری میکنه که بعد میگه من اینو نگرفتم، من نمیدونم این چه شکلی شده، من یعنی احساسی ندارم به این موجودی که این از خودش درست کرده. من زیبایی اصیل همسرم رو دوست دارم. ولی خب آقایون خیلی بیشتر تو فضای بینایی ان، خانم ها تو فضایی که یعنی عشقشون و مهرشون و اترکشنشون از نه تنها حالا فضای بینایی هست ولی من وارد دیگه هم هست. اینجا درسته دوتا رو بعد از هم جدا کنیم، یه چیز فیزیکیه و بعد احساس امنیت، احساس مهر، احساس عشق، احساس تفاهمه که جوری که میتونه کامیونیکیت کنه و برن جلو. خانم دکتر، اتفاقا واقعیتی که میفرمایید الان روی برندهای مختلف از جمله ویکتوریا سیکرت هم تأثیر گذاشته و امسال این کمپانی بزرگ تصمیم گرفته که مرخص کنه مدلای خودشو و اون مدلایی که واقعا واقعیت نداره توی زندگی آدما رو داره باشون کنارشون میذاره و مدلایی میاره با سایزای مختلف، بدنهای طبیعی مختلف. حالا این هم برای موفقیت خودش اول خوبه چون مشتری بیشتری جذب میکنه، تعداد مشتری بیشتری، هم از نظر واقعیت به نظر من در روابط خانواده ها خیلی تأثیر گذاره چون هم آقایون هم خانوم ها وقتی که این مدل ها رو میبینن همش تصورشون اینه که باید به اون تبدیل بشن و ویکتوری سیکرت خیلی خیلی الان تصمیم خیلی خوبی گرفته امسال که امیدواریم عملی بشه و برندهای دیگه هم ازش پیروی کنن. دقیقا این رو خیلی داریم توی مجله ها هم میبینیم و حتی از خیلی از کسایی که الان توی رادیو تلویزیون هستن که هیچ ابایی ندارن از اینی که خودشون باشن. خیلی از هنرپیشه ها رو میبینیم که دیگه احتیاجی ندارن با الزامن حالا با صورتاشون کارهای انجام بدن و اجازه میدن که زیبایی اصیل خودشون خودشو نشون بده. زیبایی که یه فرمول رو به وجود میارن و اونو هی قالب میزنن همه، اون یونیک بودن خود شخص از توش از بین میره. بلکه هر کسی که میتونه بهترین خودش رو ارائه بده، نه اینکه قالب بزنه به یه نفر دیگه. و اون صحبتی که شما فرمایدون، البته این فقط مال خانم ها نیست، خیلی از آقایون هم الان دارن فضا رو درست میکنن که قالب میزنن صورتشون رو یا هیکلشون، ولی داره به خودش رسیدگی میکنه، اون اترکشن بدون جذب شدن بینایی رو در حقیقت داره بر هم به وجود میاره. ولی جذب شدن ها میدونین تو خیلی موارد یه قسمتش فقط بیناییه، یه قسمت زیادیش اینه که آیا من احساس امنیت که کنار شما میکنم، میتونم خودم باشم. از بزرگترین جذب شدن ها اینه که من خودم باشم و خوب و بدم رو تو میپذیری. حالا ممکنم هست یه چیزی خوشت نیاد بگی از این خوشم نمیاد و با هم تطبیق میدیم، ولی قضاوت منفی نمی کنی روی رفتار من، میگی این کارو دوست ندارم و تغییر بکنی، نه اینکه من آدم بدی هستم و نمیخوام مثلا اصلا با من رفتار
ارتباطی داشته باشی. یک نوع دیگه جذب شدن مسئله فکریه. آدمایی که وقتی که صحبت میکنن در یک ترازن، این فضای فکری میره و بر میگرده و مثلا میبینین اکسایتد میشه، مثلا نشستم با یک آقای منشم صحبت میکردم که اتفاقا برای اون میگفتش که حالا فیزیک بدن، آره بالاخره خوشم میاد دیگه، یعنی یه مدلی هستش که خوشم میاد، ولی میگفت حالا فرقی نمیکنه که خوشم بیاد یا نیاد. عاشق استرونومی بود که راجع به کهکشان ها فکر بکنه و حرف بزنه و تو کار کامپیوتر بود و میگفتش که کسانی که خانم هایی رو که باهاشون مثلا تو ناسا کار میکردن یا تو خیلی از سپیس کمپانیا کار میکردن، وقتی که میشه سراج به این حرف فضا حرف میزد، بالاترین شرایط اترکشن و جذب شدن براش به وجود میومد و حسن شوخی هم میکرد، میگفت انگار وقتی که حرف زدم بهترین سکس رو داشتم بعدش که اومدم، در حالی هم که سکس نداشتم. تجربه فیزیکی بدن من، تمام سلولای من ذوق زده میشد که از نظر فکری ماها چقدر منچ بودیم و بعد این منو نزدیک میکرد به اون آدما و بعد دلم میخواست که با این اشخاص باشه، کسایی باشن که مثلا باهاشون ارتباط داشته باشن و زندگی رو به وجود بیارن. در چیزی که مدل های مختلف جذب شدن وجود داره، مسئله بینایی و قیافه، زیبایی بیرون یکی از اون جذب شدن هاست. خود بهترین خودم هم میتونم باشم، نباید حتما مثلا قیافه ژولیده داشته باشم که خودم باشم، به خودم باشم ولی بهترین خودم. درسته؟ یعنی حتی مثلا روحیه که دارین فکر میکنین، خود بودن روحیه من میتونه بهترین مثبتم باشه تا اینه که هی من راه برم فقط غر بزنم از صبح بگم خب منم. متوجه؟ یعنی ما هم خودمون به بدترین خودمون رو میشناسیم. خود بودن این نیستش که من بدترینم و همیشه ارائه بدم و بگم خب منم، در حالی که خب این بهترینم هست، حالا میتونم بهترینم رو که ارائه بدم، گهگداریم حالا بدترینه که میاد طرف توی کل پکیج همه رو میپذیره، ولی اینکه خب همیشه من بدترین ارائه بدم، قاعدتا آدم ها نمیخوان آنچنان اطراف من باشن، کمان که ما حوصله از اطراف کسی دیگه باشیم که همیشه بدترینش رو داره تجربه میکنه. درست. هم دکتر فکر کنم به لحظات پایانی رسیدیم. خیلی ممنونم از این که مثل همیشه هم شادمون میکنید، هم مثالای قشنگ و واقعی میزنید، هم همراهمون هستید. سپاسگزارم ازتون. مرسی از شما و اینی که تمام کسانی که با ما بودن میشنون و میبینن و تا هفته آینده که با هم دوباره در کنار هم باشیم. خدا نگهدار.